خیلی جالب بود، مرسی از این انتخاب. خیلی عالی، قشنگ، متشکرم ازتون. بله خب من مجدد سال نو رو تبریک میگم و یک نکته خدمت بینندگان عزیز، فکر نکنید که ما این پروتکل ها رو رعایت نکردیم. چرا؟ رعایت کردیم. اولا الان بیش از 5 نفر اینجا نیستن، ما 5 نفر 5 6 نفر بیشتر نیستن تو استودیو، همه رو خواهش کردیم که برن، به نوبت وقت دادیم و بعد همیشه هم ماسک میزنیم اینا تو جیب من، یه وقت فکر نکنید ماسک هم تو جیب من. بعد همه تست کرونا دادیم که الان اومدیم خدمت شما اینجا نشستیم و بعد از اینکه این برنامه تموم شد خب ماسکمون میزنیم و دوستان خود دوستی میکنن میرن. اینه که ما رعایت کردیم، یه وقت سوء تفاهم نشه. خب راجب سفره شما. بله من یه نکته‌ای که میخواستم از خدمتتون بپرسم، هم سال پیش که اومدم اینجا در خدمت شما و هم امسال، این سفره زیبا رو من در کنارش عکس گرفتم و هر کسی که این عکس ها رو دید از سفره خیلی میپرسد، البته از خودم خیلی تعریف میکرد. شوخی میکنم، ولی خیلی خیلی جالب توجه بود و همه دوست داشتن سفره رو، این دیزاینش، طراحی ها، انتخاب رنگ ها، و من خیلی دوست داشتم که از خدمتتون بپرسم که این سفره زیبا طراحی کی هست؟ شما بفرمایید. والا راستش این سفره زیبا مجموع تلاش و سلیقه چند تا از دوستانمون هستن. این دکور که باید تشکر بکنیم از سانشان دیزاین، جناب آقای فیاض، که سالهای سال ما رو در این زمینه در واقع حمایت کردن. خیلی ممنونیم از سلیقه زیباشون و در واقع این چیدمان و این ظرفای زیبا برای سفره عقد دورسا هستش که تشکر میکنیم ازشون، بهناز جون، فائزه جون، و گلهای زیبا که واقعا روح آدم رو نوازش میده برای گل فروشی شیراز، کتی عزیز. خیلی ممنونیم ازشون، دست همگیشون، واقعا دست همگیشون درد نکنه، خسته نباشن عزیزان که زحمت کشیدن و برای زنده نگه داشتن نوروز و سایر اعیاد همیشه ما رو یاری میکنن. حالا یک سوال از شما، این رشته معماری رو دوست داشتی و خوندی؟ یا اینکه اتفاقی بود، تصادفی بود، یا خانواده گفت؟ چون خود من میخواستم سینماگر بشم. بله. مادرم گفت بعد نه دکتر بشی. دکتر که نشدم، یه برادر دیگرم شد. من رفتم دنبال کارهای مالی و اقتصاد و سیاسی و فلان. سینما رو بعدا خوندم، ولی به هر حال رشته اصلیم که حالا در زمینش کار کردم علاقه نداشتم به اون رشته، به سینما علاقه داشتم که دیر اومدم سراغ این رشته. حالا خود تو چطور علاقه داشتی و یا اینکه تصادفی اومدی دنبال رشته معماری آرکیتکچر؟ یه چیز خیلی جالب واسه تو میگم، من با برادرم دوقلو هستم. ده. بعد زمانی که ما داشتیم انتخاب رشته میکردیم برای دبیرستانمون، برادرم همیشه دنبال پزشکی بود، من همیشه دنبال هنر و آرت و اینا بودم. من تصمیم گرفتم برم هنرستان و برادرم رفتش رشته تجربی و بی نهایت خانواده خوبی داشتم، همیشه ساپورتمون کردن. و چون قدیم ترا میگفتن هنرستان نرین، بریم بیشتر ریاضی و تجربی، ولی خب خانواده من همیشه ما رو باز گذاشتن که تصمیم بگیریم، حمایتمون کردن. این بودش که من وارد هنرستان شدم، معماری و بعد دیگه دانشگاه. و جالب بهتون بگم، شما الان گفتین که از بچگی میرقصیدین، من از بچگی عاشق معلم بازی بودم. بعد این بود که درسم تموم شد، تقریبا فکر کنم یه 18 سالی من ایران معلم هنرستان و تدریس معماری کردم، یعنی همیشه دوست داشتم این کارو. معماری و نقشه کشی و طراحی کردن عشق من بوده. چقدر جالب، چقدر جالب. آره خیلی جالب. آره خیلی خوبه، خیلی خیلی. واقعا این رشته هایی که مرتبط به هنره، حالا در کنار به هر حال
به هر حال حسنای خوبی که خانوما دارن، همه خانوما اکثرا یه زمینه هنری دارن که اینو سوقش میدن به حالا رشته های مختلف، جاب های مختلف. خیلی زیباست. این لباستون هم خیلی هنریه. خیلی ممنون. من دوست دارم لباس های نامتقاره دارم ایران. خیلی قشنگه. که هنوز که هنوزه من از ایران ساپورت میکنه با لباس های زیباش. خیلی زیباست. خیلی زیبا. خواستم جالبه واسهتون بگم که برادر من که میخواست پزشکی بخونه و در واقع ایشون پزشکی خوندن و الان متخصص مغز و اعصاب هستن. من شدم معلم، اون شد پزشک. یعنی در واقع مثل شما که شما دنبال سینما رفتین، برادرتون پزشک شدن، ما هم همینطوری بودیم. آره، دو تا دوره خیلی مختلف. هر دو مهندسی خوندیم. من مهندسی کامپیوتر خوندم، اون مهندسی مکانیک خود. اون تو رشته خودش الان رفته توی سطح های مدیریت و اینا کار میکنه، ولی من هم دقیقا رفتم تو شاخه معلمی چون خیلی دوست داشتم. آره دقیقاً. یعنی هر چیزی که میخوندم دوست داشتم اونو تدریس کنم. تو ایرانم مثلا فوری رفتم مؤسسه های کامپیوتری شروع کردم تدریس کردم. خیلی خیلی جالب بود که دانشجویی حتی قبل از اون درس دادم دیگه. آره. یه جوری تدریس کردم، سعی کردم از محیط آموزشی دور نشم. آخرین بارم که در ایران یه مدرسه سینمایی داشتم که هنوزم دایی رابطه خورد به کرونا، یه آقا کیمیا داره میکنه، اصلا محیط آموزشی خیلی جذابه. بله، خیلی جذابه. به اضافه اینکه شما تدریس میکنید چقدر خودتون یاد میگیرید. دقیقاً نکته قشنگش همینه. دقیقاً به اندازه اون تدریس به آدم یاد میده. ملکه ذهن میشه. بله. خب اگر موافق باشید بازم بریم یک آیتم ببینیم که زیاد برگردیم اتاق فرمان ببینیم چی در نظر گرفت.